اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفت بامداد تهران و کابل است، 7:30 در دوشنبه. درود بر شما، داریوش رجبیان هستم با چشم انداز بامدادی پنج شنبه 31 خرداد 21 ژوئن. کوتاه آمدن دونالد ترامپ در سیاست مهاجرتی آمریکا. دیگر قرار نیست فرزندان نابالغ پناهجویان از پدر و مادر جدا شوند. تا دقایق دیگر در این باره مطالبی داریم. رهبر ایران خواهان تصویب قانون جایگزین لایحه گروه ویژه اقدام مالی. آیا مجامع بین الملل خواهند پذیرفت؟ در این باره هم گفتگویی خواهیم داشت. همسویی روسیه با عربستان در سازمان اوپک، ایران چه میگوید؟ این هم از موضوعهای برنامه امروز ماست و البته بازی دیروز تیمهای فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی و چند تا چونه آن. رضایان اومد توپ رو دور کنه، توپ به پای کاسا خورد، وارد دروازه شد و این از اتفاقات فوتباله و فکر میکنم اگر این اتفاق نمیافتاد اسپانیا به این راحتی نمیتونست دروازه ایران رو باز بکنه. سرآغاز تازه ترین خبرهای جهان از ناصر مدنی، تهیه کننده برنامه امروز. سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با صدور حکمی به جدا شدن والدین و فرزندان مهاجران بدون مدرک در آمریکا پایان داد. دونالد ترامپ با صدور این حکم حکومتی از یکی از سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولتش عقب نشینی کرده. سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالاخره تسلیم فشارهایی شد که از او می‌خواستند به جدا کردن کودکان از والدینشان در مرزهای این کشور پایان دهد. دولت آمریکا از 3 ماه پیش به این سو بیش از 2300 کودک را از پدر و مادرهایی که بدون مدارک لازم می‌خواستند به آمریکا مهاجرت کنند جدا کرده است. محافظه‌کارهای طرفدار آقای ترامپ از این سیاست به عنوان راهی برای جلوگیری از هجوم مهاجران به آمریکا حمایت می‌کردند. دستورالعمل جدید رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که از این پس خانواده‌ها باید با هم در بازداشت باشند. رهبر ایران در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواسته به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند. یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ در مجموعه های هیئت های فکریشون، به قول خودشون اتاق فکرشون، مینشینن برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردن یه چیزی رو پخت و پز میکنن. در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی یعنی FATF قرار بگیرد. شنونده تازه ترین خبرهای جهان هستید از رادیو بی بی سی در لندن. رئیس امور تجاری اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه از فردا برای برخی کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه‌های سنگینی میگذارد. این اقدام به تلافی تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که تعرفه‌های بالایی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا اعمال کرده. سیسیلیا مالمستروم گفته لباس‌های جین، ویسکی و موتورسیکلت از جمله کالاهای آمریکایی هستند که از فردا تعرفه‌های تازه بران اعمال خواهد شد. اینستاگرام شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری اکس گفته قصد دارد به کاربرانش امکان به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی با مدت زمان 1 ساعت را بدهد. سرویس تازه که IGTV نام دارد پنجره بازار تبلیغات 18 میلیارد دلاری را به روی این شبکه اجتماعی باز می‌کند. و بشنوید که شاخه روسی شرکت برگر کینگ برای تشویق زنان روسی به بچه دار شدن از فوتبالیست‌های حاضر در جام جهانی 2018 این کشور عذرخواهی کرده. اغذیه فروشی برگر کینگ در یکی از تبلیغاتش گفته بود اگر یک زن روسی از یکی از فوتبالیست‌های حاضر در جام جهانی حامله شود به او 3 میلیون روبل معادل 47 هزار دلار پرداخت می‌کند و برای تمام عمر به او روزی یک همبرگر می‌دهد. صبح یکایی که شما به خیر و خوشی، داریوش رجبیان هستم. درود بر شما و خوش آمدید به چشم انداز بامدادی پنج شنبه و پس این روز خرداد 1397 21 ژوئن 2018. امیدوارم در آغاز روز خوش و پایان دلنشین هفته باشید. از می آغاز برنامه بگویم که حتما به فوتبال خواهیم پرداخت، نگران نباشید. مفصل هم با توجه به شور و شوق جام جهانی که جهان و به ویژه منطقه ما را فرا گرفته، در این زمینه هر دیدگاهی که دارید از همین حالا می توانید برای ما بفرستید. اما پیش از آن از سیاست بگوییم و به خصوص از آمریکا که دچار تحولی در سیاست‌های مهاجرتی شده. در پی شدت گرفتن انتقادهای داخلی و خارجی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سیاست جنجالی خود مبنی بر جدا کردن مهاجران غیر مجاز از فرزندان آنها بازنگری کرده است.
بنابر دستورالعمل تازه آقای ترامپ، مهاجران غیرقانونی و فرزندان زیر 18 سال آنها باید با همدیگر در گذرگاه‌های مرزی توقیف بشوند. روشن نیست که دوره بازداشت آنها چه مدت خواهد بود. بهتر است یک راست به واشنگتن برویم و چند و چون ماجرا آنجا جویا بشویم. با سام فرزانه، همکارم که موضوع دنبال کرده، خسته نباشی سام. تا کجا انتقادهای فزاینده از شگرد جدا کردن فرزندان مهاجرا از پدر مادرشون در امضای این فرمان اجرایی دونالد ترامپ مؤثر بوده؟ به نظر میرسه که مهمترین دلیل برای آقای ترامپ همین انتقادهایی بوده که میشده، برای اینکه خود دولت دست کم از ماه مه حدود 3 ماه پیش به این سو مشغول این کار بوده. اینها در واقع کسانی بودند که قصد مهاجرت به آمریکا رو داشتن، حالا یا ویزا نداشتن یا اینکه می‌خواستن بیان اینجا پناهنده بشن، از مرزهای جنوبی آمریکا هم می‌خواستن وارد بشن که مرز با مکزیک هست، داشتن سعی می‌کردن از اونجا وارد بشن. بنا به قوانینی که قبلا وجود داشته در آمریکا، یعنی شیوهی که این قوانین رو اجرا می‌کردن، کسانی که وارد می‌شدن اینها اگر بچه همراهشون بوده در واقع یک جور تحصیلاتی می‌گرفتن که می‌تونستن بعداً به کارشون رسیدگی بشه. دولت آقای ترامپ با این مخالفت کرده، گفته نه، شما کسی که وارد آمریکا میشه اگر مدارک لازم رو نداشته باشه، پیش از این که اصلا بخوان به پرونده او رسیدگی بکنن که آیا اصلا میتونه پناهندگی بگیره یا نه، اول او رو محاکمه میکنن برای اینکه داشته به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده میشده. آقای ترامپ امروز در واقع که هنوز امروز هست در آمریکا، یک امضایی کرد، امضایی رو گذاشت پای این دستور خودش که از حالا به بعد فرزندان هم در کنار پدر و مادرها بمونن. اما به اون دستور قبلی، مدل قبلی که داشت آمریکا عمل میکرد، از نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا گرفته تا حتی دختر و همسر آقای ترامپ به اون سیاست ها اعتراض کرده بودن. و با توجه به انتقادهایی که بهشون اشاره کردی نسبت به در واقع سیاست قبلی مهاجرتی آقای ترامپ، بازتاب این تصمیم اخیرش و واکنش‌ها به اون در آمریکا چه بوده؟ تصمیم جدید آقای ترامپ به صورت خبر فوری در شبکه‌های مختلف بررسی شد و هر کسی از ظن خود شد یار من بود، به این صورت که خیلی از در واقع رسانه‌هایی که منتقد آقای ترامپ هستن و سیاست‌های آقای ترامپ اون رو یک جور عقب‌گرد دیدن، در صورتی که شبکه‌های دست راستی مثل تلویزیون فاکس گفته که این در واقع اشتباه بوده. حتی معتقد بودن که شبکه فاکس هم این کمتر از نیم ساعت پیش برنامه‌ای داشت که داشت میگفت که چطور کسانی که مخالفت کرده بودن با سیاست قبلی آقای ترامپ و دولتش، اونها میخوان که مرزها برداشته بشه، همه بیان اینجا، و بعد میگفتن که چقدر آدمهای خلافکار ممکنه وارد بشه و چقدر این موضوع میتونه بد باشه. اما شبکه‌های یا رسانه‌هایی که منتقد بودن، اونها از زاویه‌های گوناگونی به ماجرا نگاه کردن. از جمله یکی از جالب‌ترینشون روزنامه واشنگتن پست بود که در یک سرمقاله‌ای نوشته بود که آقای ترامپ مدلی که حتی اعلام کرد این سیاست رو می‌خواد دیگه کنار بگذاره، مدلی بود که انگار که واهمه داشت از اینکه قدرتش زیر سوال بره، برای همین طی یک مراسم ویژه با حضور معاونش و وزیر امور داخله اینها در اتاق بودن و او یک امضای مدل خودش امضا هم کرد پای این دستور رو، در صورتی که این اصلا دستوری نبود که از قبل مونده باشه. میتونست خیلی راحت با برداشتن یک تلفن مثلا بگه که این کار رو دیگه انجام ندین، به وزارت دادگستری بگه، به وزارت امور داخله بگه. اما تصمیمش این بوده که اینطور این کار رو انجام بده، در حضور خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی و چندین بار هم بیان بکنه که دولت او داره چه کارهای مهمی انجام میده و اثر قدرتی که داره تصمیمش رو عوض میکنه.
جالبه، سپاسگزارم سام. با سام فرزانه همکارم در واشنگتن صحبت می‌کردم و در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند آمریکا که همین حالا با ماست. شب شما بخیر در آمریکا آقای حسامی. این برداشت چقدر درسته که رئیس جمهوری آمریکا تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور شده فرمان اجرایی دیگری را امضا کنه که به خانواده‌های پناهجوهای بازداشتی اجازه میده که کنار هم باشن و اونا را از هم جدا نمی‌کنه؟ والا فشارهای خارجی رو من رد میکنم، فشارهای داخلی 100%. ببینید هزینه این سیاست برای آقای ترامپ و مخصوصا جمهوری خواهایی که در سال آینده یا امسال دارن در حقیقت شرکت میکنن در انتخابات خیلی زیاد شده بود، مخصوصا وقتی که رهبران مذهبی که یکی از پایه های قدرت جمهوری خواه هستن انتقاد کردن. بنابراین این فشار فشار داخلی است و فشار مخصوصا رسانه ها. ایشون زیاد به فشار رسانه ها کاری ندارن، اما فشار اون بخشی از پایه های حزب جمهوری خواه مخصوصا مذهبی ها باعث شد که ایشون عقب نشینی کنن. حالا به بعد قانونی موضوع اگه نگاه بکنیم آقای حسامی، ظرف چند روز اخیر مقام های آمریکا میگفتن که اونا صرفا پا به پای قانون دارن جلو میرند و حرف قانون رو دارن پیاده میکنن که در برابر ورود غیر مجاز به خاک آمریکا کوچکترین تحملی رو نداره و بنا به همون قوانین بوده که بچه‌ها رو از پدر مادرشون جدا میکردن. با این تحول جدید حرف قانون چه میشه؟ آیا باز هم فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ مبتنی بر قوانین آمریکا است یا نه؟ بله، این پرسش بسیار خوبیه. اول اینکه این فرمان شامل خانواده هایی که در مضیقه الان هستن نمیشه. شاید 2000 نفر الان معلقن، نمیدونن با سینا چی کار کرد. بنابراین این دروازه آینده است. بعد این زیرو تالرنس پالیسی که ما میگیم در حقیقت ترجمه خوبی هم واسهش نیست، در این مورد به معنای این هست که در واقع فقدان تحملیش، تحملی در برابر تخطی اون وجود نداره. بله اینو میگن، ولی ترجمه خوبی نیست. ببینیم، این به معنای اعمال بدون قید و شرط قانون هست در این مورد. بنابراین کسی که تخلف میکنن یا در این مورد پیگیری قانونی میکنن، این هنوز عوض نشده و این ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین این یه چیزی نیست که سیاست رو عوض کنه، مشمول کسایی هم که الان جدا شدن نمیشه. ولی گذشته از اینکه ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، سوال من اینه که آیا این هم مبتنی بر قوانین هست، یعنی کاملا یک اقدام قانونیه؟ ببینین، همین اگزیکیتیو اوردر یا فرمایش یا فرمان اجرایی که میگید، در واقع این هیچ کدوم از پرزیدنت‌های قبلی آمریکا این رو به این صورت اعمال نمی‌کردن. همجور که شما صحبت کردین قبلش، این در حقیقت تصمیم آقای ترامپ و مخصوصا دادستان کل کشور بود که این رو مشروعیت یا حقانیت بهش بده با حرفایی که زدن. بنابراین این در اصل ماجرا تغییری نمی‌کنه، به جز اینکه از این به بعد، من بعد، اینها در حقیقت متهم خواهند بود، ولی خانواده‌ها رو، بچه‌ها رو، فرزندان رو جدا نمی‌کنن. بله. این در مرحله اتفاق میفته که امروز رئیس کل مجلس نمایندگان اعلام کرد که ما فردا، که در حقیقت 5-6-7-8 ساعت دیگه میشه، یک لایحه‌ای تسلیم میکنیم که موارد دیگر رو شامل بشه. ولی چون فشار خیلی زیاد بود و هزینه سیاسی این کار برای جمهوری خواه خیلی زیاد بود، ایشون مجبور شد عقب نشینی کنه و این رو امضا کنن. لازم به امضا و اگزیکتیو اوردر یا فرمان اجرایی هم نبود به اون صورت، ولی ایشون دوست داشتن که اینجوری اعمال بشه. آقای حسامی، قبلا گفته میشد که کودک‌های پناهجوها باید از پدر مادر جدا بشن چون نباید کودک‌ها را هم بازداشت کرد. حالا که قرار شده کودک‌ها با پدر و مادر خودشون بمونند، این مشکل چطور حل میشه؟ آیا قرار کودک‌ها هم با پدر مادر خودشون در بازداشتگاه‌ها باشه؟ بله، این در حقیقت همین نو تالرنس، یعنی همین، یعنی هر کسی از قانون تخطی کنه اینها رو بازداشت میکنن. ولی این که اطفال و فرزندان و شیرخواران رو جدا کنن، این یک کار غیر انسانی بود که باعث شد صدای مردم در آمریکا در بیاد و جامعه مدنی فشار بیاره. ولی هنوز اون مثلا این نو تالرنس یا زیرو تالرنس یا همین که الان صحبت کردیم اعمال بیچون و چرای قانون، به همین معناست که زندان زندان، بازداشتگاه بازداشتگاه است تا قاضی تصمیم بگیره، قاضی مهاجرت تصمیم بگیره راجع به این موارد.
سپاسگزارم آقای حسامی. با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند آمریکا صحبت می‌کردم. سپاسگزارم از شما هم که با چشم انداز بامدادی بی بی سی هستید. چشم انداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می‌شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. در ایران رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قانونهای دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب شود. به دنبال اختلاف شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم 2 ماه به تعویق افتاده. در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی یا FATF قرار بگیرد. آیت الله خامنه ای همچنین درباره وظایف نمایندگان گفته است که اگر آنها رفتار انقلابی نداشته باشند، ادامه کارشان از نظر شرعی و قانونی اشکال دارد. آیت الله علی خامنه ای دیروز خطاب به نمایندگان مجلس که به دیدارش رفته بودند چنین گفت: یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ در مجموعه های هیئت های فکریشون، به قول خودشون اتاق فکرشون، مینشینن برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردن یه چیزی رو پخت و پز میکنن، بعد این رو به وسیله دولت هایی که همسوی با اونها هستن یا مرعوب اونها هستن یا دنبال رو با اونها هستن و منافعی هم در این کار ندارن خیلی، تصویب میکنن. اگر یه دولت مستقلی هم پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی حالا، که مثلا بگه آقا من اینو قبول ندارم، این کنوانسیون رو، این معاهده بین المللی رو قبول ندارم، سرش میریزن که آقا 150 تا کشور، 200 تا کشور، 120 تا کشور این رو قبول کردن، شما چطور قبول نمی‌کنید؟ و در پی همین صحبت ها بود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد که مجلس ایران طرح جایگزینی برای لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تهیه کند. این در حالی است که پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود رهبر ایران درباره این لایحه نظری ندارد و معتقد است که مجلس و دولت خود تصمیم گیرنده باشند. اما حالا آقای خامنه ای با این اظهارات مخالفت صریح خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرده. در این باره گفتگویی داشتم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران در شهر ازمیر ترکیه. نخست پرسیدم دلیل تغییر دیدگاه رهبر ایران چه چیزی میتواند باشد؟ بله، همونطور که گفتیم اتفاقی که در واقع روز گذشته افتاد و در دیدار شخص اول نظام با نمایندگان مجلس نشون داد که خب تلاشی که اصولگرایان و در واقع جناح کنترل حاکمیت در مجلس داشتن در جلوگیری از تصویب این لایحه مورد تایید در واقع سران ارشد نظام هم بوده. این موضوع خب از یک سال و نیم پیش تقریبا این تبادل نظر و این مجادله شروع شده بود بین در واقع این دو گروه و الان در این مقطع با توجه به خروج آمریکا از برجام به نظر تشدید شده. هر دو طرف دلایلی رو دارن برای در واقع مواضع خودشون، تون روها و در واقع جناح اصولگرا این بحث رو دارن که این تجربه تلخ برجام نشون میده ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به دنیای غرب و چه در واقع تعهدی و چه الزامی هست که ما اگر که FATF و این لایحه رو، این لایحه مبارزه با پولشویی رو که FATF در واقع اون رو الزام کرده ما تصویب بکنیم، چه الزامی هست که از لیست سیاه ما رو خارج بکنن به طور کامل، با توجه به اینکه طرف غربی در واقع در برجام پایبند نبوده به خصوص آمریکا به در واقع قول‌هایی که. موضوع دومی که مطرح می‌کنن بحث این هست که خب اطلاعات مالی محرمانه سیستم در واقع به کشورهای بین‌المللی، مجامع بین‌المللی و کشورهای غربی داده میشه که خب مورد توجه نیست این حوزه هم. و موضوع دیگه که شاید خیلی پررنگ باشه و روش هم خیلی بحث شده، بحث این هست که FATF در واقع اون مسائلی رو که تحمیل میکنه در اساس بر اساس اون در واقع مبارزه با تروریسم
تعریف تروریسم از طرف FATF با تعریفی که در واقع حالا در ایران وجود داره متفاوت از گروه های مثل حزب الله لبنان، حماس و انصار الله یمن در لیست گروه های تروریستی هستن از طرف بسیاری کشورهای غربی، ولی خب این رو نمیپذیره در واقع حکمیت. البته آقای خامنه‌ای راه حلی هم پیشنهاد کرده و به مجلس مثلا گفته که میتونن قوانین جایگزینی داشته باشن به جای FATF، ولی فکر میکنه چقدر ممکنه مجامع بین المللی با همچین پیشنهادی موافقت بکنه؟ ببینید این بحثی هست که حالا باید دید رایزنی ها به چه صورت انجام خواهد شد. اولا دولت در واقع اعلام کرد که حداکثر تا 24 خرداد وقت هست که این لایحه تصویب بشه و به FATF اعلام بشه، که خب این انجام نشده. مجمع و نشست FATF هم تا 10 روز دیگه در واقع برگزار میشه. به نظر باید ببینیم که رایزنی دولت در چه حدی خواهد بود و میتونه در واقع وقت بیشتری رو بگیره و بار دیگه تعلیق بکنه حضور ایران رو در لیست سیاه یا خیر، و اینکه بتونه بقبولونه به در واقع FATF که بخشی از اون در واقع خواسته های FATF رو مجلس در واقع مصوب بکنه و بر اساس اون رایزنی بشه، بر اساس این خواسته ای که در واقع رهبری نظام بشه. این موضوع تماما برمیگرده به رایزنی. در مورد FATF همکاری کشورهای مختلف در سطوح مختلف انجام میشه. 37 کشور در واقع هسته اصلی هستن، بقیه کشورها همکاری دارن با FATF. ممکنه که بتونه ایران با رایزنی و اینکه ما در واقع بسیاری از مسائل مهم رو تونستیم بپوشونیم وقت بیشتری از FATF بگیره، یا اینکه در واقع بتونه حداقل این از ورود دوباره ایران به لیست سیاه جلوگیری. خوب، اینم دیدگاه آرش آزرمی بود، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران در شهر ازمیر ترکیه. ناگفتن پیداست که جویای دیدگاه های شما هم هستیم. از دید شما پذیرش لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به سود ایران خواهد بود یا نه، و تدوین و تصویب یک طرح جایگزین چطور، به چه دلیلی نظر بدین؟ این دو اقدام به نظر شما چه پیامدهایی میتونه برای ایران در عرصه بین الملل داشته باشه؟ در ادامه برنامه هم موضوعات نظرخور دیگه هم داریم. حضور شما در بحث هایی که پای پخش زنده چشم‌انداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی معمولا به راه میفته و ابعاد گوناگون موضوع رو باز میکنه، روشن میکنه، پسندیده است. از جمله درود میگم به محمد حسین کاظم، طلا، رها، فاطمه، دلاور، صفی الله، محمد، نثار، اسلام و دوستان دیگری که وحید البته که اونجا هستن و برنامه رو از اون طریق دنبال میکنن. چشم به راه دیدگاه های شما هستم از هر طریقی که دم دستون هست. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و بی بی سی شما هم در تلگرام جلو چشم من باز پیام بدین. ولی بار دیگر اختلافات ایران عربستان بالا گرفته، این بار بر سر قیمت نفت در نشست اوپک در وین اتریش. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. عربستان روسیه که عضو اوپک نیست، منظور روسیه است، میخواهند تولید نفت را بیشتر کنند تا قیمت جهانی آن بیش از این بالا نرود. اما وزیر نفت ایران میگوید افزایش قیمت نفت تا حالا نتیجه تحریم آمریکا علیه تهران بوده و برای کاهش قیمت نباید تولید را افزایش داد. امیر پایور در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم. ورود وزیران نفت و انرژی به سمینار بین‌المللی اوپک در وین. این شروع یک ماراتون 4 روزه برای توافق بر سر سطح تولید است. در 2 روز اول رؤسای شرکت‌های نفتی از بی پی گرفته تا توتال فرانسه هم حضور دارند. کسی که حالا سوال درباره ایران برایش خوشایند نیست. سمینار بین‌المللی اوپک قرار بود جشن موفقیت همکاری 18 ماهه 24 کشور اوپک و غیر اوپک برای کنترل سطح تولید باشد. در عوض زیر سایه سیاست قرار گرفته. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران: The real responsibility for current oil price hike
در واقع مسئولیت جهش فعلی قیمت‌ها در بازار نفت متوجه شخص رئیس جمهور آمریکاست. نمی‌شود هم خدا را داشت هم خرما را. نمی‌شود تحریم‌های جهانی را علیه ایران و ونزوئلا، دو بنیانگذار اصلی اوپک و تولیدکننده بزرگ نفت، اعمال کرد و انتظار داشت که بازار نفت واکنش منفی نشان ندهد. دلیل اصلی جهش فعلی قیمت نفت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نیست، بلکه برعکس تنش سیاسی است که دولت آمریکا ایجاد کرده و ثبات بازار نفت را به هم ریخته و موجب نگرانی مصرف کننده و افزایش قیمت ها شده. ایران نگران تحریم و کاهش تولید نفتش و در عوض جایگزینی آن با نفت عربستان و روسیه است، چیزی که میتواند اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کند. حسن بهرامنیا، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران: قطعاً این تحریم ها در وضعیت اقتصادی کشور ما بی‌تأثیر نیست. ما در دو دولت در دو دوره گذشته باز مواجه شدیم با این تحریم ها در دولت هشتم و نهم، لذا ما با استفاده از اون تجارب گذشته باید اون تجارب رو به عنوان یک مشعلی فراروی مسئولین و سیاست گذاران در نظر بگیریم و با استفاده از اون تجارب باز از این برصد مرحله گذار عبور بکنیم. گذار از تحریم ها برای ایران نه در دوره قبل کار آسونی بود و نه در این دوره. آینده حضور شرکتی مثل اینی ایتالیا در ایران در حاله ای از ابهام قرار داره و در غیاب شرکت‌های غربی ایران باید رو شرکت‌های روسی حساب کنه. اما حتی شرکت لوک اویل روسی هم گفته شاید مجبور شه به خاطر تحریم‌ها بازار ایران رو ترک کنه. ولی برای اوپک فعلا اولویت حفظ اتحاد کم سابقه است که توانسته قیمت نفت را تقریبا دو برابر کند. حالا اما شکاف عمیقی در آن به وجود آمده. ولی دبیر کل اوپک به بی بی سی فارسی گفت وجود اختلاف را قبول ندارد. این حرفا تصوراتی است که ناظران بیرونی دارند، کسانی که لزوماً پیچیدگی‌ها و تحولات داخل اوپک را درک نمی‌کنند. اما من می‌توانم با اطمینان به شما بگویم که تمام کشورهای عضو اوپک متعهد به همکاری با یکدیگر و با تولیدکنندگان بیرون از اوپک هستند. آنها تمام تلاششان را برای نهادینه کردن بلند مدت پیمان همکاری بین اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیر اوپکی به کار خواهند بست. در نتیجه موضوع اختلافات بین اعضا بی اساس است. بازیگران بزرگ بازار نفت سه روز دیگر فرصت دارند تا با نزدیک کردن نظراتشان جلوی غرق شدن کشتی توافق تثبیت تولید را بگیرند. امیر پایور گزارش میداد. شاید هم عجیب نباشه که هر دو موضوع اول مربوط به ایران برنامه امروز ما در روزنامه‌های صبح امروز تهران هم بازتاب گسترده داشته، هم سرنوشت لایحه گروه ویژه اقدام مالی و هم اختلاف دیدگاه‌ها در اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت. از فرج بالفکن بشنویم. بررسی روزنامه‌ها رو ابتدا شروع کنیم با روزنامه دنیای اقتصاد، دلگرمی برای مبارزه با دو پدیده، بعد نگاهی بندازیم به اجلاس اوپک، اول از روزنامه اعتماد که تیتر زده اوپک زیر سایه سیاست، و بعد روزنامه جهان صنعت تصمیمات اوپک ضمانت اجرا نداره. خب فرج، به این ترتیبی که چیدی از دنیای اقتصاد شروع بکنیم، از دلگرمی برای مبارزه با دو پدیده که منظور از دو پدیده، پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم است. چی نوشته؟ رضا خسروی در سرمقاله این روزنامه نوشته: اگرچه از سخنان رهبری هر کس به ظن خودش برداشتی داشته، اما تاکیدات ایشون بر تدوین قوانین مستقل برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موجب دلگرمی کارشناسان شده. حتی میشه این تاکید رو گره‌گشای منازعه صورت گرفته در مورد بحث عملیاتی سازی قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم عنوان کرد. به نوشته این مقاله، در حال حاضر سه نقص کلی به قانون مبارزه با پولشویی فعلی ایران وارده. اول اینکه از تصویبش بیش از یک دهه گذشته، دوم اینکه در زمان تصویبش اتفاقاتی نظیر تخلف بانکی 3000 میلیارد تومانی یا امثال اون پیش نیومده بود. خلاصه این که به نظر آقای خسروی این انحرافات نشون میده که قانون فعلی از استحکام کافی برخوردار نبوده
و نمیتونه مانع بروز فساد مالی در کشور بشه. روزنامه اعتماد اما به مسئله اوپک پرداخته در مطلب اوپک زیر سایه سیاست و میپرسه چرا روسیه در این زمینه بخصوص با عربستان در یک جبهه قرار گرفته. جوابی هم داره؟ نه، بیشتر گلایه است. روزنامه اعتماد در گزارش هستیش نوشته که 174مین نشست اوپک فردا در حالی با حضور وزرای نفت و نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت برگزار میشه که روسیه و عربستان بر سر افزایش تولید تا سقف 1 میلیون بشکه نفت متحد شدند. مهدی حسینی هم در مقاله‌ای در اعتماد نوشته که در این میان اتحاد عربستان و روسیه بسیار عجیب به نظر میرسه، گویی که سعودی ها پاداش پکیج قرارداد 30 میلیارد دلاری همکاری اقتصادیشون رو با روسیه دریافت کردن. از اینکه عربستان در جبهه مقابل ایران قرار میگیره به نظر آقای حسینی، خب این کاملا طبیعیه، اما همکاسه شدن روس ها با سعودی ها قدری قابل تأمل به نظر میرسه. ایشون نوشته درسی که ما از اتحاد این دو کشور میتونیم بگیریم این که روابط بین الملل در سایه بدبستان ها و مذاکرات هدفمند برقرار شده و بهتره که ما هم در یارگیری های سیاسی خودمون به این موضوع توجه داشته باشیم تا اینطوری غافلگیر نشیم. مطلب روزنامه جهان صنعت هم که انتخاب کردی مربوط به اوپک که نوشته تصمیمات اوپک ضمانت اجرا ندارد و معتقدی که شرایط فعلی به نفع ایران نیست. چرا؟ مرتضی بهروزی فر در روزنامه جوان صنعت می نویسه که اجلاس اوپک به عنوان سازمان اقتصادی در شرایطی برگزار میشه که برگشت تحریم ها اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داده و از طرف دیگه چین، هند و آمریکا هم به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت ترجیح میدن که با افزایش تولید جهانی قیمت این کالا رو کاهش بدن یا در نهایت ثابت نگه دارن. به نظر نویسنده این مقاله تصمیم اعضای غیر عضو و عضو اوپک میتونه آینده اقتصادی ایران رو از اون چه همکنون با اون دست و پنجه نرم میکنه دشوارتر کنه، اما نکته مهم مقابل توجه در اجرای تصمیمات کشورهای تولید کننده نفت فقط اجماع اعضای اوپک نیست، بلکه مسئله مهم اینه که تصمیمات اوپک هیچ ضمانت اجرایی و تنبیهی نداشته و اعضا میتونن کاملا برخلاف اون عمل کنن. فرج بالفکن با روزنامه های چاپ امروز تهران در ادامه برنامه دوباره به ما ملحق خواهد شد. اینجا نگاهی تازه داشته باشیم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. در پی شدت گرفتن انتقادهای داخلی و خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سیاست جنجالی خود مبنی بر جدا کردن مهاجران غیر مجاز از فرزندان آنها بازنگری کرده. بنابر دستورالعمل تازه آقای ترامپ، مهاجران غیرقانونی و فرزندان زیر 18 سال آنها باید با همدیگر در گذرگاه‌های مرزی توقیف بشوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی FATF قانون‌های جایگزینی درباره این موضوع تهیه و تصویب کند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از فردا برای برخی واردات از آمریکا تعرفه‌های سنگینی می‌گذارد. این اقدام به تلافی تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که تعرفه‌های کلان بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا اعمال کرده است. در این باره در ادامه برنامه حتما صحبتی خواهیم داشت. و در جام جهانی فوتبال روسیه دیدار تیم‌های ایران و اسپانیا در چارچوب گروه دوم رقابت‌ها با پیروزی 1-0 تیم اسپانیا پایان یافت. تک گل این بازی را دیگو کوستا در دقیقه 54 به ثمر رساند. شوت رضاییان در هنگام دفع توپ به پای کوستا خورد و دروازه ایران باز شد. در نیمه دوم بازی کمک داور ویدیویی گل سعید عزت‌اللهی برای ایران را آفساید و مردود اعلام کرد. در این باره هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه برنامه اگه با ما بمونین گزارشی داریم از واپسین تلاش‌های مخالفان حکومت رجب طیب اردوغان. 3 روز مانده به انتخابات سراسری در ترکیه و البته که غرق در دنیای فوتبال هم خواهیم شد، اونطور که پیشتر گفتم ساعتی پس از بازی ایران و اسپانیا و 4 روز مونده به بازی ایران و پرتغال در جام جهانی روسیه و مطالب دیگر. پس با ما بمونین. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از فردا برای برخی از واردات از آمریکا تعرفه‌های سنگینی می‌گذارد. این اقدام به تلافی تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که تعرفه‌های کلان بر واردات فولاد آلومینیوم از اروپا اعمال کرده است. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. کالاهای آمریکایی که مشمول تعرفه‌های جدید اروپا می‌شوند، معادل 2.8 میلیارد یورو یا 3.2 میلیارد دلار هستند. میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده که حالا مشمول تعرفه‌های جدید آمریکا شده، معادل 6.4 میلیارد یورو یا 7.4 میلیارد دلار هستند. این یعنی تلافی اتحادیه اروپا فعلا معادل کمتر از نصف اقدامی است که آمریکا علیه این بلوک کرده است. سسیلیا مالمستروم رئیس امور تجاری اتحادیه اروپا این واکنش را متناسب و همسو با قواعد سازمان تجارت جهانی توصیف کرده است. با این حال او گفته است که اتحادیه اروپا نمی‌خواسته در این موقعیت قرار بگیرد. خانم مالمستروم گفته تصمیم به گفته او یک جانبه و ناموجه آمریکا برای تحمیل تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم بر اروپا به این معنی است که گزینه دیگری هم برای اتحادیه اروپا باقی نمانده است. اتحادیه اروپا در ماه مارس و وقتی که آقای ترامپ از تعرفه 25% بر واردات فولاد و تعرفه 10% بر واردات آلومینیوم حرف زد، فهرستی از این محصولات آمریکایی را آماده کرد که برای تلافی روی آنها تعرفه بگذارد. از جمله لباس‌های جین، موتورسیکلت و ویسکی آمریکایی و همینطور میوه کرنبری، آب پرتقال، ذرت شیرین و کره بادام زمینی برخی از کالاهایی هستند که هدف تعرفه‌های اروپا قرار گرفتند. این تصمیم اتحادیه اروپا در میان نزاع‌های تجاری دیگر بین آمریکا و شرکای تجاری عمده‌اش اعلام شده است. روز سه‌شنبه آقای ترامپ تهدید کرده بود که بر 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی تعرفه می‌گذارد. رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر چین حاضر نشود شیوه‌هایش را عوض کند، بر این مقدار از کالاهای چینی وارداتی 10% تعرفه می‌گذارد. چین هم در مقابل آمریکا را به باجگیری متهم کرده و گفته است قاطعانه می‌جنگد. به این ترتیب بیمه در گرفتن جنگ تجاری باز هم بالا گرفته است. در همین حال اقتصاددانان هشدار دادند که تعرفه‌های آمریکا بر واردات فلزات می‌تواند با گران‌تر کردن قیمت نهایی فلزات برای مصرف کنندگان داخل آمریکا، چرخه تأمین مواد اولیه را برای آنها مختل کند و حتی بر اقتصاد خانوار هم تأثیر منفی بگذارد. اما ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده، این نگرانی‌ها را درباره افزایش هزینه برای آمریکایی‌ها رد کرده و گفته است که تبعات این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا این نگرانی‌ها را رد کرده و در یک جلسه در کنگره آمریکا افزایش قیمت فولاد را به گردن اقدامات احتکاری انداخت و گفت که وزارتخانه‌اش درباره سودجویی‌های به گفته او نامشروع تحقیق خواهد کرد. در ماه مارس دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر اتحادیه اروپا بخواهد تعرفه‌های آمریکا را تلافی کند، رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تعرفه‌های بیشتری علیه این بلوک تجاری وضع کند. هادی نیلی بود در واشنگتن. سه روز مانده به انتخابات ترکیه، حزب‌های مخالف حکومت حزب عدالت و توسعه و به ویژه رهبر آن رجب طیب اردوغان می‌کوشند آرای بیشتری را جذب خود کنند. از جمله گروه‌های سیاسی که از این رأی نه می‌توانند به نفع خود بهره برداری کنند، حزب دموکراتیک خلق است. مهرداد فرهمند خبرنگار ما در استانبول نگاهی دارد به اینکه چگونه این حزب برای جلب آرای مخالف با آقای اردوغان کوشیده از چارچوب یک حزب کردی فراتر برود و چپ‌های ترکیه چقدر در فراگیر شدن این حزب نقش داشتند. محله بیوغلو در قلب استانبول و تبلیغات انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در کنار مقر این حزب نشانه ای از این که حزب، آنگونه که رئیس شعبهش در استانبول اسنگل دمیر میگوید، کوشیده از چارچوب کردی فراتر رود و فراگیر شود. برای تشکیل حزب دموکراتیک خلق‌ها 5 حزب سیاسی گرد هم اومدن. این حزب‌ها هم عمدتاً سوسیالیست و چپ و انقلابی بودند. سوسیالیست‌ها و چپ‌ها با اهداف انقلابی وارد حزب شدند و کردها هم در حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهان تغییرات رادیکالند. رقص کردی عنصر ثابت گرد همایی‌های هواداران حزب دموکراتیک خلق هاست. اما کرد بودن اگر همه هویت حزب بود در چارچوبی محلی می‌ماند و نمی‌توانست چالشی برای جناح حاکم شود. بیشتر شرکت کنندگان در این گرد همایی رو کردها تشکیل میدند. خیلی از شعارها هم به زبان کردی داده میشه.
اما حزب دموکراتیک خلق‌ها با اینکه به عنوان حزب کردها شناخته شده لزوماً همه کردها رو نمایندگی نمی‌کنه. اگر همه این حزب در انتخابات گذشته تونست از سد حد نصاب بگذره و وارد مجلس بشه، به این دلیل بود که بخش مهمی از رأی‌هاش رو از میان ترک‌ها جذب کرد، به خصوص ترک‌های چپ‌گرا. من اصلا کرد نیستم. خانواده من چند نسله که در استانبوله. حزب دموکراتیک خلق‌ها حزب همه سرکوب شده هاست. حزب همه کسایی که کنار گذاشته شدن. حزب دیگراندیشان و سوسیالیست ها. ما انشالله به این حاکمیت پایان میدیم. انشالله بو اقتداره سوم نمیشست. تورکلرین هر طوری حزب ترک ها و کرد ها و همه اقوام، حزب انسان هایی که باورهای دیگه ای دارن، همه توی این حزب برای مبارزه با این نظام جمع شدن. فضایی که مخالفان رجب طیب اردوغان علیه او برانگیخته اند می تواند او را با رأی های نه روبرو کند، که نه از حب احزاب مخالف که از بغض اردوغان به صندوق ریخته شود. دامنه رأی دهندگان به حزب دموکراتیک خلق ها را هم رنگارنگ تر کند. مهرداد فرهمند از استانبول ترکیه گزارش میداد. همینطور که نگاه میکنم به پیام های شما، بیشتر اونها مربوط به فوتبال هست، به خصوص بازی دیروز ایران و اسپانیا. علی نوشته من هنوز تو فکر گلی هستم که خوردیم، واقعا حیف شد، ولی بازی جوان مردانی کردیم. هیرکان گفته جالب تیم ایران هر بار با یه ترکیب تا حدی متفاوت بازی کرده. دیدگاه ها زیاده، سراغشون رو خواهیم گرفت، حتما به خبرهای ورزشی خواهیم پرداخت، ولی پیش از همه اینها چند خبر کوتاه دیگر از ایران در یک نگاه با مجید افشار. حسن فیروزآبادی فرمانده سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران ویلای 10000 متری جنجالی در لواسان را به یک نهاد تحت نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران پس داده است. ستاد اجرایی فرمان امام در اطلاعیه‌ای تایید کرده که آقای فیروزآبادی ویلا را به نماینده این ستاد تحویل داده. خبرگزاری فارس میگوید آقای فیروزآبادی سه شنبه این ویلا را تخلیه کرده و ساعت 8:30 صبح چهارشنبه آن را تحویل داده. خبر تخلیه و تحویل ویلا تنها سه روز پس از آن منتشر می‌شود که فرمانده سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران از طرف یک گروه دانشجویی نزدیک به حکومت متهم شد که با وجود درخواست آیت الله خامنه‌ای حاضر به ترک ویلا نیست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با دبیر کل سازمان ملل گفته پیشنهادهای قدرت‌های اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای کافی نیست. علی اکبر صالحی درباره امکان ادامه برجام با شرایط کنونی ابراز تردید کرده. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری هم در تماس تلفنی با همتای فرانسویش هشدار داده بود که اگر اروپا نتواند راهکارهای عملی برای حفظ برجام ارائه کند، ایران ممکن است از برجام خارج شود. مردم آبادان به کیفیت آب در این شهر معترضند. آنها میگویند چند سال است کیفیت آب آشامیدنی با مشکل روبروست و کاری برای آن انجام نشده. به گفته رئیس اداره امور آب آبادان، آب رودخانه بهمنشیر به دلیل کاهش آبدهی رودخانه، برداشت نیشکر و دیگر انشعابات بالادست بسیار شور شده. او وعده داده تا دو هفته دیگر آب شیرین به خانه های مردم برسد و گفته مردم برای خرداد و تیر آب بها پرداخت نخواهند کرد. و وزیر علوم ایران در واکنش به احکام صادر شده برای دانشجویان از آنها خواسته در مهلت قانونی درخواست تجدید نظر کنند. منصور غلامی گفته با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده و از راه‌های قانونی پیگیر حل این مشکلات است. از ابتدای سال دانشجویانی که در اعتراضات دی ماه بازداشت شده بودند با احکامی مثل زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی مواجه شدند. از 4 روز پیش دانشجویان دانشگاه تهران گرد همایی های اعتراضی برپا کردند و در مواردی حاضر به شرکت در جلسات امتحان پایان ترم نشدند. و حالا طبق وعده درود میگم بر اونایی که گوش به زنگ خبرهای ورزشی ما نشستن، اونم پس از بازی دیشب اسپانیا و ایران در قزان تاتارستان که به گاها کازان و قازان هم گفته میشه در روسیه، که در واقع مرکز یا پایتخت تاتارستان روسیه است، جمهوری تاتارستان. و این بازی با حساب 1-0 پایان یافت، اما تعریف و تمجید از تیم ایران فروکش نکرده. علی دایی بازیکن پیشین تیم ملی ایران در حساب فیسبوک خودش نوشته مقابل غول فوتبال جهان اسپانیا استثنایی بودیم، 11 ستاره دنیا مقابل ما بودند، اما یک گل کاملا شانسی و تصادفی
وارد دروازه ایران شد و یک گل هم زدیم که کمک داور ویدیویی مردود کرد. انصافا شایسته تحسین هستیم. این نظر علی دایی هست. ایران در این بازی نسبت به دیدار با مراکش 3 تغییر در ترکیب خود داشت. مجید حسینی در قلب دفاع جانشین روزبه چشمی مصدوم شد. مسعود شجاعی جای خود رو به سعید عزت‌اللهی که در بازی قبلی محروم بود داد و مهدی طارمی جای علیرضا جهان بخش رو در سمت راست زمین گرفت. در این باره مطلب مفصلی داریم در bbcpersian.com به قلم سامان زمانزاده کارشناس فوتبال زیر عنوان باخت روحی بخش که میتونیم بخونیم. اما اینکه چرا این باخت روحی بخش بوده از همکارم پوریا جافره بشنویم در قزان تاتارستان روسیه محل برگزاری بازی. حتما همه میدونید که دیشب تیم ملی فوتبال ایران علی‌رغم یک نمایش فوق‌العاده با نتیجه 1-0 از اسپانیا شکست خورد و فعلا رده‌بندی گروه بی جام جهانی به این ترتیبه. به خاطر پیروزی پرتغال با همین نتیجه جلوی مراکش، پرتغال در صدر گروه که سرگروه بوده، اسپانیا با همون تعداد امتیاز یعنی 4 امتیاز 4 گل زده 3 گل خورده در مکان دوم، ایران با 3 امتیاز در جایگاه سوم و مراکش با جام خداحافظی کرده. واقعا شب فوق‌العاده بود در کازان آرنا، جایی که 80% تماشاگران حاضر تیم ملی ایران رو تشویق می‌کردن. واقعا یک جو فوق‌العاده رو ایجاد کردن، طوری که بازیکن‌ها هم خیلی خوب بودن. کارلوس کیروش هم تاکتیک خیلی عالی پیاده کرده بود و اسپانیا رو به دردسر انداختن. باورش سخت بود که یک تیم حرفه‌ای مثل اسپانیا جلوی ایران این چنین به درد سر بخوره، ولی باز هم میگم تماشاگرها نقش فوق‌العاده‌ای بازی کردن و از دقیقه اول تا دقیقه آخر تیمشون تشویق کردن. حتی در یه مورد ایران به نظر رسید که به گل رسیده، ولی که بعد از با استفاده از کمک داور ویدیویی مشخص شد که ضربه سعید عزت‌اللهی آفساید بوده. یکی دوبار هم مهدی طارمی یه ذره زود زد، یه ذره دیر زد توپاشو و در نهایت ایران مسابقه رو به اسپانیا واگذار کرد. ولی مشخصا از این به بعد برای فوتبال ایران در صحنه جهانی حساب خاصی باز خواهند کرد و همونطور که کارلوس کیروش گفته بود، ایران تو این جام جهانی چیزی برای از دست دادن نداره. اتفاقا میشه گفت با حضور استثنایی تیم فوتبالش و تماشاگرانش رنگ و لعاب فوق‌العاده‌ای رو به این جام جهانی اضافه کرده و در نهایت ایران اون چیزی که به دنبالشه اینه که در جام ملت‌ها بخواد قهرمان بشه بعد از بیش از 40 سال و تجربه بازی کردن با بزرگانی مثل اسپانیا، پرتغال و همینطور مراکش بدون شک میتونه توی بازی‌های دی ماه در جام ملت‌ها به ایران کمک بکنه. و یه نکته دیگه هم این که به همین 4 تا مسابقه که در گروه بی تا اینجا برگزار شده، وقتی که برمیگردیم و نگاه میکنیم مشخصا این گروه گروه مرگ مسابقه ها بوده، چون مراکش فوق‌العاده بازی کرد هم جلوی ایران هم جلوی پرتغال و در نهایت خیلی زود بدون گل زده از جام خداحافظی میکنه و پرتغال اسپانیا در حالی که هیچ کدومشون صعودشون 100% نیست وارد هفته آخر بازی ها میشن. دقیقا نشون میده که این گروه چقدر رقابتی بود و این دوتا تیمی که کمتر روشون حساب میشد یعنی ایران و مراکش در نهایت چقدر حریفان خودشون رو به زحمت انداختن. اسپانیا خودش باورش هم نمیشد که بخواد جلوی ایران در نهایت از یه گلی که اون هم بدون اینکه دیگو کاستا چیزی راجبش بدونه به ثمر رسید، یه گل شانسی میشه گفت، بخواد اینطوری در پایان بازی محافظت بکنه و با وقت تلف کردن کشتن بازی سعی کنه که 3 امتیاز رو بگیره و با خودش هرچی سریعتر از کازان خارج بشه. پوریو جافره بود در کازان یا قزان روسیه که مرکز تاتارستان اون کشور هست. در این باره اونطور که گفتم پیام‌های بسیار زیادی دریافت شده، دست شما در نکنه. پروین نوشته تیم ایران با اسپانیا خیلی متفاوته، که البته همینطور هم باید باشه. وحید نوشته کار مربی حرفه‌ای همین هست، گل کم خوردیم. هیرکان میگه ای کاش قبل از گل خوردن بازی تهاجمی خودمون رو شروع می‌کردیم، ای کاش کیروش به سامان قدوس فرصت بیشتری میداد، بازیکن فوق‌العاده‌ای. به نظر هیرکان گفته آزمون
بردار آزمون متاسفانه بازی قابل قبولی ارائه نداده. باز هم به نظر هیرکان و میگه مجید حسینی چهره جدید تیم ملی خوب بازی کرد. در این باره باز هم پیامی هست که در ادامه برنامه امیدوارم که بهشون برسیم. ولی بازی ایران و اسپانیا که در نیمه اول برای ایرانی ها نگران کننده بود و در نیمه دوم با حرکات تهاجمی تیم ایران امیدوار کننده شد، در شبکه‌های اجتماعی فارسی هم موج از تحسین و تمجید از تیم ملی ایران رو برانگیخته که در پیام‌های مخاطبان برنامه هم مشاهده میشه. از کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در شهر فرانکفورت آلمان خواستم که ارزیابی خودش از بازی دیشب رو با ما در میون بذاره. بازی در نیمه اول بسیار هیجانی برای اسپانیا شروع شد و با پاسکاری‌های مداوم و با حوصله‌ای که انجام می‌دادن تیم ایران رو وادار به دفاع کردن، طوری که اون آرایش 4-2-3-1 ابتدای بازی تیم ایران به 8-2 تغییر شکل پیدا کرد و ما رسماً با 8 دفاع خطی داشتیم در مقابل فوق ستاره های اسپانیا دفاع می کردیم. یکی دو موقعیت هم پیش اومد برای ایران، جلو رفتند، اما در مجموع مالکیت توپ اسپانیا در نیمه اول بسیار بالاتر از ایران بود، طوری که تا دقیقه 20 این بازی اسپانیا 167 پاس به همدیگه داده بودند، در صورتی که ایران تنها 24 پاس داده بودند. در آخر نیمه اول با احتساب 3 دقیقه‌ای که داور اضافه گرفت تیم اسپانیا 366 پاس داده بود و ایران 66، یعنی دقیقاً 5 برابر ایران اسپانیا به هم دیگه پاس داده بودن، که اینم برمیگرده به زمین‌های خوبی که اسپانیا داره، آموزش‌هایی که می‌بینن و متأسفانه در تیم ما به دلیل نداشتن یک بازیکن بازیساز و دوم سبک بازی که آقای کیروش در نظر گرفته که دفاع هست و سبک پرسینگ و ضد حمله، ما نمیتونیم از پاس‌های زیاد در عرض زمین استفاده کنیم. ولی آقای بازیار، با وجود اینکه تیم ایران به نظر میومد که در نیمه دوم بسیار فعال‌تر شده بود نسبت به نیمه اول، توپ رو بیشتر در اختیار داشت، ولی گل رو هم در همون نیمه دوم خورد. چطور توضیح میدین این اتفاق رو؟ خب اتفاقات فوتبال بود واقعا. ما در یک صحنه‌ای که روی دروازه‌مون کاستا اومده بود در میان دو مدافع ایران بین رضایان و پورعلی گنجی میتونستن راحت کاور کنن و توپ رو دور کنن، در یک صحنه خیلی شاید بگم خنده‌دار رضایان اومد توپ رو دور کنه، توپ به پای کاستا خورد، وارد دروازه شد و این از اتفاقات فوتباله و فکر میکنم اگر این اتفاق نمیافتاد اسپانیا به این راحتی نمیتونست دروازه ایران رو باز بکنه. ما در بازی با مراکش بر حسب اتفاقات فوتبال گل زدیم، 3 امتیاز گرفتیم، امشب هم یک گل اینچنینی خوردیم، اما در مجموع بازی قابل قبول ایران انجام داد. بایستی بپذیریم تفاوت کیفیت بازیکنان ایران و اسپانیا چیزی نیست که ما بخوایم ازش به سادگی بگذاریم و تاکتیک دو تیم که یکیش مالکیت توپ رو به جلو بازی کردن و دیگری که تیم ایران باشه دادن توپ به حریف و پرس و ضد حمله است. و حالا قراره تا 4 روز دیگه ایران با یک تیم قدر دیگه با پرتغال روبرو بشه. با توجه به بازی که ایران با اسپانیا به نمایش گذاشت، فکر میکنید چقدر موفق بشه در اون بازی؟ پرتغال قدرت اسپانیا رو نداره، دفاع تیمی و دفاع عقب زمین پرتغال واقعا شکننده است. ما بازی دیروز پرتغال رو دیدیم که در مقابل مراکش چقدر آسیب پذیر نشون داد و چقدر تیم مراکش این دفاع رو اذیت کرد. اگر مراکش احساساتی بازی نمی کرد و در ضربات آخر دقت می کردن، قطعا مراکش می تونست گل بزنه. در بازی ایران و پرتغال با توجه به شناختی که آقای کیروش از تیم پرتغال داره، من فکر می کنم می تونیم از این بازی هم لذت بیشتری ببریم از تماشای این بازی و هم امتیاز کسب کنیم، به این دلیل که تیم پرتغال هم به مالکیت توپ اعتقادی نداره. مربی این تیم از زمانی که در یونان بود، در یورو 2012 که به 1/4 صعود کرد با یونان و در جام جهانی گذشته که با همین تیم یونان به 1/8 صعود کرد، تمام
حملاتش از ضد حملات بود، الان هم با پرتغال این کارو میکنه. امیدوارم آقای کیروش بتونه کریستیانو رونالدو رو از جریان بازی خارج کنه و قطعا بیش از 50% از قدرت تهاجمی پرتغال کم خواهد شد. و فکر میکنین پرتغالی بودن شخص کارلوس کیروش نمیتونه تأثیر داشته باشه بر روند این بازی؟ قطعا اینجوری نیست. در دنیای ورزش حرفه‌ای ما مربیان زیادی دیدیم. یورگن کلینزمن با تیم ملی آمریکا در جام جهانی گذشته در مقابل آمریکا زیر بارون ایستاد و تیمش رو کوچ کرد. فریادها و رگ گردن کلینزمن سوژه عکاس‌ها شد که فکر می‌کنم همین باعث بشه که ما ببینیم که آقای کیروش با چه جدیتی ارنج کنه و در مقابل تیم سرزمین پدریش تیممون رو به میدان بفرسته و درسی بشه برای مربیان ما که حرفه‌ای به ورزش و به خصوص به تیم‌های فوتبال نگاه کنن، اگر در مقابل تیم‌های قدیمشون قرار گرفتن با تمام وجود بیان و از بازی لذت ببرن و اگر تیمشون گلی میزنه خوشحالی کنن. کوروش بازیار، کارشناس و مربی فوتبال در شهر فرانکفورت آلمان، اتفاقا درباره همین مورد اخیر که صحبتشو کردیم پروین نوشته ما میتوانیم با همین اعتماد به نفسی که کیروش ایرانی به تیم تزریق کرده پرتغال را شکست بدیم. اشاره است به این حقیقت که کارلوس کیروش خودش اصالتا پرتغالیه ولی قرار 4 تیر 25 ژوئن همین 4 روز دیگه به عنوان مربی تیم ملی ایران در برابر تیم کشور زادگاهش یا به قول آقای بازیار سرزمین پدریش قرار بگیره. فریده نشته واقعا خوب بازی کردن با وجودی که امکانات بچه‌های ایران کم هست، ولی باید قبول کنیم که خیلی خوب بود. یکی هیچ، خدا رو شکر. خیلی‌ها این نظر رو دارن و دیدگاه‌ها متفاوته البته، ولی در ایران هم روزهای صبح امروز بازی فوتبال ایران و اسپانیا در روسیه رو زیر ذره‌بین گذاشتن و دربارش فراوون نوشتن. شرح برخی از مطالب مربوطه از روزنامه‌های امروز رو از فرج بالفکن بشنوید. بررسی روزنامه ها رو ادامه بدیم با روزنامه ایران، شوق آزادی، بعد روزنامه جوان، ناچاریم پوست پرتغال رو بکنیم و سرانجام روزنامه وطن امروز، جنگیدیم امیدواریم. و فرج عنوان مطلب روزنامه ایران دو پهلو یا شدم چند پهلوست، اشاره ای داره به نخستین مورد دسترسی زنان و مردان به ورزشگاه آزادی تهران کنار هم برای تماشای یک بازی فوتبال هرچند از راه دور. چی نوشته دقیقاً؟ روزنامه ایران نوشته که سرانجام خانواده ها به آزادی رسیدند. دیشب 7000 نفر دیدار تیم ملی مقابل اسپانیا در جام جهانی 2018 روسیه رو در ورزشگاه آزادی مشاهده کردند. این اولین حضور خانواده های ایرانی در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم کشورشون بود. حتی کیفیت پایین نمایشگر بزرگ حاضر در ورزشگاه آزادی هم مردم رو مجاب به از دست دادن این فرصت نکرد و اونها نشسته و ایستاده در داخل ورزشگاه بازی ایران مقابل اسپانیا رو تماشا کردند. گزارش روزنامه ایران در ادامه حاکیه که تماشاگران حاضر در ورزشگاه با اینکه درون ورزشگاه کازان آرنای روسیه حضور نداشتند اما جانانه تیم ملیشون رو تشویق کردند و جو جالبی بر ورزشگاه آزادی با حضور خانواده ها حاکم بود. در حالی که چند ساعت مونده به بازی تیم ملی حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی در حالی از ابهام قرار داشت و برخی منابع خبری به این روزنامه گفتن که درهای ورزشگاه خلاصه با دستور رئیس جمهوری به روی خانواده ها باز شده. تیتر روزنامه جوان هم دو پهلوست فرج که میگه ناچاریم پوست پرتغال رو بکنیم، با اشاره به بازی بعدی تیم ملی ایران که قراره 4 دیگه برگزار بشه با تیم ملی پرتغال. چه جوری قراره پوست پرتغال کنده بشه؟ خلاصه داروش تب فوتبال چهره روزنامه های امروز رو دگرگون کرده. روزنامه جوان هم در گزارش نوشته که تیم فوتبال ایران به رغم یک بازی فوق‌العاده و جنگنده مقابل اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 با یک گل مغلوب شد، اون هم در روزی که داور مسابقه گل تساوی تیم ملی ایران رو پس از استعلام از کمک داور ویدیویی به دلیل آفساید نپذیرفت. به گزارش این روزنامه بعد از پیروزی برابر مراکش دیشب خیلی ها امیدوارتر از قبل چشم به بازی با ماتادورها داشتن و مساف شاگردان کیروش داغ‌ترین بحث دور همی ها بود. حالا تیم ایران با 3 در رده سوم گروه بی قرار گرفته تا برای صعود چشم به پیروزی مقابل پرتغال در بازی دوشنبه شب داشته باشیم.
تیتر روزنامه وطن امروز جنگیدیم امیدواریم، در این اینکه جنگیه حاکی از امیدواری هم هست، چه میگه دقیقا؟ خب در گزارشش نوشته وطن امروز که شاید تا قبل از بازی خیلی از ایرانی ها از باخت 1-0 مقابل اسپانیا اعلام رضایت میکردند، اما این نتیجه در شبی حاصل شد که ملی پوشان ما تا یک نمایش فوق العاده موجب حیرت همگان شدند. ایران با یک گل کاملا اتفاقی بازی رو به اسپانیا واگذار کرد، اما نمایش شاگردان کیروش به نوشته روزنامه وطن امروز ورای تصور همه بود. تیم ایران بعد از دریافت گل کاسا صاحب چند موقعیت فوق‌العاده شد که یک بار کمک داور گل عزت‌اللهی رو مردود اعلام کرد و بارهای دیگه هم بدشانسی محض مانع خلق یک شگفتی بزرگ شد. به نوشته روزنامه وطن امروز ایران بازنده سرفراز بود، بازنده‌ای که هرگز از نام حریف نهراسید و بازی جونداری انجام داد. با این وجود هنوز تیم ملی ایران در بازی با پرتغال شانس صعود از این گروه رو داره. فرج بالافکن بود. تا لحظه دیگر با تازه‌ترین خبرهای جهان برمیگردیم. ممنون از همراهی شما با ساعت اول چشم‌انداز بامدادی.